در بخش خبرهای خارجی هستیم. عاصم رسولی همکار ما با ما در استودیو هستند و سازدارترین های منطقه و جهان با ما یادآور میشن. سلام عاصم، صبحت بخیر، خوش آمدید به برنامه. تشکر عایشه، سلام به خودت، سلام به بینندای عزیز، صبح ما بخیر باشه. بخیر باشی عاصم جان. میشه آغاز بکنی از اینکه مهمترین سرخط های منطقه و جهان از چه قرار است؟ خب اخیرا خبرهای جهان را که ما در 24 ساعت گذشته دنبال کردیم، اظهارات نخست وزیر اسپانیا در خصوص سیلاب های اخیر در این کشور است و همچنان تاکید ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بر پیکار با نیروهای روسی و همچنان رد دریافت هر گونه پیشنویس قطعنامه آتش بس لبنان از سوی حزب الله و در کنار ازی نشست سران کشورهای اسلامی است. در ابتدا آغاز میکنیم از خانان نخست وزیر اسپانیا در رابطه با سیلابایی که در اسپانیا رخ داده. میشه جزئیات ارائه بکنی که در سخنانش در رابطه با کدام موضوعات صحبتای داشته؟ خب پس از اعتراضات گسترده که از سوی مردم اسپانیا صورت گرفت، اونا البته متهم کرده بودند مقام های دولتی را، مقام های حکومتی را در رابطه با مهار نادرست سیلاب های اخیر در این کشور. اخیرا نخست وزیر اسپانیا در اظهارات خود گفت که البته از 4 میلیارد تصویب 4 میلیارد دلار برای رسیدگی به سیلاب زدگان و همچنان برای بازسازی منطقه والنسیا که شدیدترین البته تخریبات در این منطقه در نتیجه سیلاب های اخیر شد گفته، و همچنان نخست وزیر اسپانیا گفته که بر واکنش فوری برای بازیابی مناطق آسیب دیده اینا تلاش میکنند و همچنان در کنار از این اقدامات را از بهر مدیریت درست در آینده در این کشور در روی دست خواهند گرفت. این در حال است که در نتیجه سیلاب های اخیر در اسپانیا دست کم 220 تن جان باختند و همچنان نزدیک به 80 تن دیگر در زیر آوارها گیر ماندند و این سیلاب ها اعتراضات مردمی را برانگیخت و مردم در سراسر اسپانیا اعتراض کردند و همچنان دولت و حکومت از کمکاری در خصوص رسیدگی به سیلاب های اخیر در این کشور متهم کردند. می در حال است که چند روز پیش شهروندان اسپانیا تظاهرات هم داشتند در رابطه با کمکاری دولتشان و این سخنان هم که گفته به خاطر کمک ها به دلیل تظاهرات شاید بوده باشه. بله، چون اخیرا قسمی که قبلا اشاره کردم مردم اسپانیا در قسمت کمکاری دولت و مدیریت نادرست مقام های حکومتی که منجر به جان باختن صدها تن در نتیجه سیلاب های اخیر در اسپانیا شد، اونا اعتراضات برپا کردن و خواهان رسیدگی مقام های حکومتی به سیلاب زدگان اخیر در این کشور شدند. سلامت باشی. و در رابطه با اظهارات تازه ولادیمیر زلنسکی هم میشه به ما جزئیات رای بکنی که در این سخنان خود چی گفته و خواستش چی بوده؟ خب اخیرا رئیس جمهور اوکراین گفته که نیروهای کشور در صدد مهار تلاش های نیروهای روسی برای بازپسگیری قلمرو از منطقه کورس که نیروهای کیف در ماه آگوست را تصرف کردن هستند. ولادیمیر زلنسکی گفته که نیروهای اوکراینی با نیروهای روسی البته نبردشان ادامه داره و به علت کاهش توان نیروهای روسی، باز هم گفته یک بار دیگر ما نیاز به تصمیم آمریکا، بریتانیا، آلمان و دیگر متحدان اوکراین برای استفاده، البته اجازه استفاده از جنگ افزارهای دوربرد در خاک روسیه داریم. این در حال است که اوکراین در ماه آگوست سال روان میلادی بخشهایی از منطقه کورسک روسیه را در تصرف خود در آورد و اخیرا مقام های غربی و اوکراینی هم گفتند که البته نیروهای کوریای شمالی، هزاران نیروهای کوریای شمالی قرار است در جنگ با نیروهای روسیه در برابر اوکراین اینا اعزام شوند و همچنان تعداد زیاد از نیروهای کوریایی قرار است بر بازپسگیری منطقه کورسک از سوی نیروهای اوکراینی اینا در کنار نیروهای روسی بجنگند. سلامت باشی. و در رابطه با آتش بس لبنان هم میشه به ما جزئیات ارائه بکنی که جزئیات از این چه قرار است؟ آیا واقعا آتش بس صورت خواهد گرفت یا خیر؟ خب در حالی که اخیرا وزیر خارجه اسرائیل در اظهارات گفته بود که تلاش های دیپلماتیک برای آتش بس در لبنان البته پیشرفت داشته، اما اکنون رئیس دفتر رسانه‌ای حزب الله گفته که ما تا اکنون هیچ پیشنهادی درباره آتش بس در لبنان دریافت نکردیم و گفته که
که ما هیچ ارتباط در سطح بین المللی نداشتیم تا اکنون که نشان بده که پیشنویس آتش بس یا مورد وجود داره بر آتش بس در البته لبنان، و همچنان از تحرکات سیاسی ایران، روسیه و امریکا هم درباره جنگ در جبهه لبنان خبر داده و گفته که تا این لحظه باز هم ما هیچ پیام یا پیشنهاد به لبنان مبنی بر آتش بس ارسال نشده و سرنوشت سیاست و خاورمیانه در میدان نبرد رقم خواهد خورد. و این در حال است که اخیرا قسم گفتم وزیر خارجه اسرائیل از پیشرفت‌های در مذاکرات آتش بس لبنان خبر داده بود و گفته بود که اولویت اسرائیل برای حصول آتش بس پاکسازی مرزهای شمالی از حضور نیروهای حزب الله و در کنارش خلع سلاح نیروهای حزب الله از تجهیزات نظامی است. و در رابطه با نشست کشورهای اسلامی همیشه بر ما جزئیات را بکنی که جزئیات نشست چی قرار است و در این نشست روی کدام موضوعات بیشتر صحبت‌های داشتند؟ خب نشست سران کشورهای اسلامی عربی در شهر ریاض درباره نبردهای کنونی در نوار غزه و لبنان برگزار شد. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در این نشست حمله های اسرائیل بر نوار غزه را نسل‌کشی فلسطینیان از سوی اسرائیل خواند و خواستار آتش بس فوری در نوار غزه و لبنان شد. رئیس جمهور فلسطین هم که در این نشست اشتراک داشت از کشورهای جهان خواست تا روابط خود را البته روابطشان را با اسرائیل بازنگری بکنند و با عادی‌سازی روابط با اسرائیل نپردازند. و در کنار از این رهبران کشورهای اسلامی دیگر که در این نشست حضور داشتند اینا هم حمله های اسرائیل بر غزه و لبنان را نکوهش کردند و در اعلامیه مشترک هشدار دادند که نبردهای کنونی ممکن است که به سراسر منطقه سرایت بکنه و همچنان خواستار اجرای قطعنامه 17 صفریه که شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص لبنان شدن. و این در حال است که بیش از یک سال از نبردها در نوار غزه میگذره و البته در نتیجه نبردها تا اکنون بیش از 43600 فلسطینی در نتیجه حمله های اسرائیل بر نوار غزه جان باختند و حدود نزدیک به 2 میلیون تن فلسطینی هم در سراسر نوار غزه اینا آواره شدند. سلامت باشی اسما، سپاس از خودت که در برنامه حضور پیدا کردی.